همراه میشیم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم. آقای جعفری، خیلی خوش آمدید. چطور می‌بینید نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا رو با توجه به اینکه در اولین واکنش مکرون مجلس ملی این کشور رو منحل به نوعی اعلام کرد؟ ببینید، نتایج کلی انتخابات چیزی که الان ما شاهدش هستیم این هست که در واقع نوعی محور ثقل سیاسی در پارلمان اروپا به سمت راست تغییر پیدا کرده و جهت‌دهیش میشه گفت که به این سمت رفته. البته راست افراطی دستاوردهای قابل توجهی داشته، ولی همچنان راست میانه قدرت رو احتمالاً در دست خواهد داشت، ولی به نظر میرسه که راست افراطی تونسته تا اندازه زیادی چپ افراطی و همینطور چپ میانه رو تحت تأثیر قرار بده. ائتلاف خانم اورسولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا همچنان با اکثریت بسیار ناچیزی بیشترین کرسی شده و احتمالاً زمینه برای اینکه ایشون مجدداً بتونن به کار خودشون به عنوان رئیس کمیسیون اروپا ادامه بدن فراهم خواهد بود، هرچند در درجه اول باید توافقی بین رهبران کشورهای اروپایی در شورای اروپا شکل بگیره و بعد گزینه پیشنهادی به پارلمان اروپا معرفی خواهد شد که در پارلمان رأی خواهند داد بهش. پیش بینی میشد با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده بود، این موفقیت برای جریان راست و به ویژه راست افراطی هرچند تا اندازه‌ای در برخی موارد قابل توجه‌تر هست. به فرانسه شما اشاره کردید که در واقع حزب خانم لوپن تونسته حتی دو برابر حزب آقای مکرون رأی بیاره. از اون طرف در آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان موفق شده حتی بیشتر از حزب حاکم آقای اولاف شولتز رأی جمع کنه، که این میتونه تا اندازه ای هشدار جنبه هشدار داشته باشه برای آلمان. و به نظر میرسه که با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده بود، از جمله جنگ اوکراین، از جمله ورود قابل توجه پناهجویان، افزایش مشکلات اقتصادی و افزایش تمایلات ملی‌گرایانه در کشورهای مختلف اروپایی، تا اندازه تحلیلگران و متخصصان اروپا آماده چنین نتیجه‌ای بودند در انتخابات پارلمان اروپا. ضمن اینکه این نکته هم باید اشاره بهش بکنیم که هرچند قابل توجه این نتیجه و نتایج و نهاد پارلمان اروپا، اما نهاد اصلی و تعیین کننده نیست. پارلمان اروپا در واقع وظیفش قانونگذاری هست و به شکل معناداری برخلاف سایر نهادهای اروپایی که همگی در بروکسل مستقر هستند، پارلمان اروپا در استراسبورگ قرار داره و میشه گفتش که شاید به نوعی نهاد سوم باشه در مجموعه تشکیلات اتحادیه اروپا. اما به هر ترتیب این نتیجه‌ای هست که میتونه تأثیر بذاره بر آینده روندها در اتحادیه اروپا. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم.